آزادی مشروط روایت یک خانواده مرفع اما از هم پاشیده است که قصد داره آسیب های خانوادگی رو به تصویر بکشه. قصه حکایت زندگی اونها در سه روزه و مشکلاتی که سعی در برطرف کردن اون دارند. نوجوانی آشفته حال در واکنش به همکلاسی خود چشم او رو کور میکنه و راهی کالون اصلاح و تربیت میشه مادر او که زنی متعلقه است با وکیل پسرش در ارتباطه و به او علاقه منده دایی روانشناس که همسر و مادرش رو از دست داده و خانواده ای نداره با اونها زندگی میکنه او همه تلاشش رو به کار میگیره تا به خواهرزاده کمک کنه اما ظاهرا مشکلات روحی و ذهنی او بیشتره و با شکست روبرو میشه در نهایت یک پلیس موفق میشه ارتباط پدرانه ای با او بگیره و او رو به آغوش خانواده برگردونه اما همه ی ای قصه این نیست و اتفاق دیگه شرایط رو به هم میزنه و اون به قدر رسیدن مشوق مادره منشی وکیل که رفتار سردی از او میبینه در اقدامی ناگهانی آقای وکیل رو به قصد میرسونه آزادی مشروط سعی داره نقش پدر و اهمیت خانواده رو متذکر باشه اما این فیلم پر از داستانک هایی که بی سر, و سر باقی میمونه و به سرانجام نمیرسه حسین محکام با اینکه بازیگران خوب و توانایی چون هنگام قاضیانی شاهرخ فروتنیان حسین پاکدل و علیرضا آقاخانی رو در این فیلم داشته اما نه تنها بازی اونها چنگی به دل نمیزنه بلکه ضعف فیلمنامه و کارگردانی سکانس های اضافه دیالوگ و شخصیت پردازی ضعیف به نکات منفی فیلم دامن زده و در مجموع آزادی مشروط حرف تازه در سینما نداشته و تماشاگر رو با شخصیت های ناشناخته فیلم تنها میگذاره بریم و با هم صحنه‌ای از این فیلم رو تماشا کنیم